سیاوشم یه چیز آنتیک آوردن.
یه جوری رفتیم بیرون که نگران شدم، طاقت نیاوردم. ببخشید، ببخشید که اینجام. الان چند ساعته؟ علیکم سلام. سلام عرض کردیم عجل معلق، چه خبرته؟ به گاب گفتی فکری بدبخت. چیه سیاوش؟ وایسا ببینم سیاوش، آخه کجا گازشو گرفتی داری میری؟ اصلا معلوم از کدوم قبر سوی تو؟ چته؟ چرا اینو بیریختی؟ بیا روز به روز هم داری افتضاح‌تر میشی. وایسا ببینمت. چته بابا جون تو؟ یه دقیقه وایسا ببینم حب داری که چته؟ سیا بایسا بینم چته سیا که نمردی. دست درد نکنه، تو فقط خیر به ما میرسه. اینجا زیاد بیا سیاوش. مجبور شدم قفل در رو بشکنم، تاوانشم به صابخونه نازنین بدم. ببخش. من تو رو بخشیدم به ارواح، البته که ارواح بدبختم قبولت کنن. یه مدت درس دانشگاه رو ول کردی و رفتی تو خط عتیقه و با این یارو عزتی عتیقه تر از خودت ریختی رو هم و گفتیم حالا به بهانه رویکرد جنابالی به گذشته پرفتوهت یخت میگیره و تو این کار روم به دیوار معذرت میخوام. هیچ گوهی نشدی، بدهکاری شدی، تابلوی بدبختی، آخه سمبل فلاکت. واسه چی کار تو روزنامه که دوست داشتی از دستت پروندی ها؟ بیا با اون مزخرفات باور ندارم. آه باز دوباره جدی شد، انگار ما باور داریم مزخرفات. ببین سیا جون، یا تو این دنیا بزن به رگ بیخیالی و عشق و حال تو بکن، یا بچسب به کار. این وسط اینجوری آویزون نمون، چنگی به دل نمیزنه. سیا جون، الهی قربونت برم، من داری وقت و عمرتو هدر میدی. یا حالا از ما گفتم بود وقت که ساعتم فروختی؟ خسته نباشی. آره میگم ساعتم فروختی؟ خنگتر شدی تو؟ آره یادم فروخت نمیشه. بسته نباشی. آخه آدم یادگاری باباشو میفروشم اشتی. هرچند ما رو باشو، تو ننه و بابا دوستات فرقی نمیکنه که، همه رو میفروشی، همه رو، ننه و بابا و فرقی هم برات نمیکنه، گذشته و آینده و خودت هم. آره
دوست و رفیق و آشنا و شروع به حراج زدم. سیاوش با تو هم وایسا. کجا داری میری وایسا؟ یه دقیقه سیاوش. سلام ماما. خوبه؟ نه نمیخوان بیان. خب اگه میتونستم میگفتم بیاین. خواهر من نباید، نباید زن اون آشغال بشه. اصلا نمیتونه، اون سقط شده. کشتنش، مثل سگ کشتنش. همونجا بشین سر جاتون پیش عمویم تا من بیام. همین که گفتم میخوای ولم کن؟ هیچی، سلامتی تو این اسناسو ولم کن. بذار بمیرم که میرم از اینجا، ولی نمیمیرم از اینجا. ولم کن وگرنه. وگرنه چی میکشمت؟ من چی گفتم؟ هیچی، هزیانات شاعرانه. البته تازگی نداره، تو عالم بیداری هم کم شعر رو بر نمیگی جناب سیاوش خان مجنون. بگو ببینم، میگم من چی گفتم؟ بابا تو خول شدی، به خدا خول شدی. آقا بد کاری کردم من خول، اومدم سراغ تو 40 تا از این تب و لرز خلاصت کنم؟ نه، بد کاری کردم. چیه؟ حالم خوبه. آره خیلی خوبی، از این بهتر نمیشه. داری میمیری بدبخت. باید پاشویت کنم. مهری خانم ببخشید، معذرت میخوام، بی تربیتیه. این ازگل خان انقدر عرضه شد داره. چرا در رو بستی؟ چی شده؟ انگار فقط اجاره خونه بنده رو بالا نمی کشی. بگو ببینم سری کی کلو گذاشتی؟ ها؟ انقدر خودتو به خنگی نزن، یه بگیر برای احزاریه اومده. احزاریه؟ من که کاری نکردم. من که میدونم هیچ غلطی نمیتونی بکنی،
بیا، فقط گند زدی به خونه و زندگی من. کاش مثل آقا جواد آدم بودی. به چه زبونی بهت بگم هری؟ به عموتم گفتم آقا من دیگه نمیتونم. حالا کجا باید برم؟ خب معلومه کلانتری، شایدم زندون. تا من از دست تو خلاص بشم. چی بگم کلان تریش؟ چی بگم؟ اون دختر چیزی گفته بود؟ تالا رفته بودم تو خونم اینو مغار رحیم، شاید رحیم خبر داشته باشه. الو؟ سلام رحیم. نه خوبه، یعنی بده. نه چیزی نمیست. تو چی کار میکنی؟ کار تازه داری؟ پرونده جدید؟ آره خودم میدونم برم مزخرف. نه چیزی نیست. نه هیچی. چته؟ بهت نرسیده؟ چی؟ بهت نمیخوره خنگ باشی؟ من اهلش نبودم. آره، عرق نمیکردی تو این سرما. کاش بودم. باید نگردم. میرفتم اون بالا. بکرم. من اهلش نیستم. برو خونه سوپ بده بخور جوون. پدرم برقتون رو قطع کردن، منم نتونستم، فقط نذاشتم تلفن رو قطع کنن چون فکر کردم بدون اون اصلا نمیشه. شپش اینا رو براتون آوردم. نمیخواد ببرش، میترسم واسه اینام صورت حساب بفرستم. نه اینا رو خودم آوردم، اون اصلا نمیدونه. بدشم مهری، برو به زندگیت برس. بله سلام مامان. مامان من خوبم، عالیم. اینقدر زنگ نزن حال منو بپرس. خوبم دیگه،
من خوبم. خوب چیه؟ بد چیه؟ من خوبم. عزت نیامد. شه بشه کسافت. عزت نیامد زشته. تابوت خوشگل. تابوت باعث زشته. عزت نیامد باعث زشته. من خوبم. من اونم خوبه. مسواک بزن نفس بکش نفس بکش بس دیگه چطوره؟ یه خورده تب ولی مثل اینکه آمپوله داره کارشو میکنه فکر کنم یه چکاب لازم داره واسه چی؟ این که میخواد بمیره و ارزشو نداره بذار لاغل ریغ رحمت رو سر بکشه دیگه زبون تو گاز بگیر توی زمانی رحم و مروت داشتی چی شد؟ خدا رحمتش کنه اونم مثل خیلی چیزایی دیگه مردش خوشبختانه بله بپای وقت از این ور بوم نیفتی مگه تو همینو نمیخواستی جناب قاضی بعد از این ده برید از لاهوت بیا یه ذره به این رفیق رمانتیکمون برس الان اصلا وقت رمانتیک بازی این رفیقو ندارم باشه واسه یه وقت دیگه دیرمه شیفتم اگه دیر برسم کارم ساخته است ما رفتیم قربون آقا بده به جواد زحمت بدم بی خودی به خودت نگیر فکر کردیم به خاطر تو میاد نه آقا جون به خاطر دختر صابخونه میاد دخترم اصلا تحویلش نمیگیره بخور تو این فکر بودم که این مهری خانم شاید بتونه تو رو از این سردرگمی در بیاره نمیدونم چرا هر موقع میبینم شاید خواهرت میفتم از سر من زیاده راستی امروز صابخونه تو ندیدم باش صحبت کنم از خر شیطون بیاد پایین نمیخوام چی رو نمیخواد؟ میخوای بشینی تو این فضای شاعرانه بازم شهر شهتیاد بنویسی؟ آقا جون بلند شو بریم بیرون یه دوری بزنیم پاشو میدونم موضع قشنگی نیست و یه خوردم بیریخته ولی خودت هم انگار یه خورده روغنداغشو داری زیاد میکنی من؟ آره؟ همچنین یه خورده داری کیف میکنی انگار یه ریاضتی توش هست رنج کشیدن مثل مسیح مثل بودا من رنج میکشم پس هستم و من میدانم و در دانستنم برگ از برگ نمی جنبد و جهان با همه اندوه و اعتراضم بر مدار بود می گردد و بس چه؟ چه این تا نگاه میکنی؟ همه دست نوشتهاتو خوندم اونا رو از سر تنبلی نوشتم خب این خیلی عالیه که تو به یه همچین نتیجه درخشانی رسید دیگه به این یه مش کاغذ باور ندارم همش حرف 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 خودمون این گندو زدیم و خودمونم باید زیر و روش کنیم میخوای چکوارا بشی؟ نه میخوام به خودم برسم خب این خیلی خوبه ولی اینطوری نه بدون پول بدون کار مخصوصا که منبع الهام جیبت هم مرده یعنی کشتنش یه سگ کمتر به 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 چه عطوفتی ناسلامتی رقیب بنده بوده و خواستگار خواهرتا شپش همین آقای شپش ظاهرا فقط نزول خور نبوده چون یه چند تا کله گنده اومده بودن تو ختمشو در متنش میگفتن از این به بعدم لابد این پسر مفخورش میاد و همه چیزو بالا میکشه کی کشتش؟ هنوز نمیدونم ولی مثل اینکه بازپرس ابراهیمی مسئول پرونده شده خیلی هم علاقه داره تو رو ببینه بخور مثل اینکه اولین بار یه دختر نظافت چی دیده بوده باطلو؟ نه جنازه رو ببینم آقا جون حواست کجاست؟ بریم دیگه. الو. جون من بلیط رایتی؟ یه مخلص. اجازه هست؟ بیا تو رایم. بفرمایید، خیلی خوش اومدی. سلام. میترسی ببازی که آقا سیاوش کشوند اینجا؟ آقا ما به طور اتفاقی دست به شما شطرنج باختیم. باختن هم میشه با خودش از یه میاره. بفرمایید. خیلی خوش اومدی.
خب همین کارا رو کردیم میشه چنین جوون با استعدادی شده. آقا کار حقوق و قضاوت رو گذاشت کنار. شوخی میکنی رحیم؟ نه والا. سیاوش که اساساً به قضاوت بی‌اعتماده. مگه نه؟ چه؟ به چی نگاه میکنی؟ اونم مقالتو خونده. تو خودت چقدر این نظریات تو باور داری؟ خودتون چی؟ خب گاهی من دچار این نوع یأس میشم، یعنی نظر بیراهی هم نیست. در واقع همیشه قتلی صورت میگیره و بعداً ما سر کلمه‌مون پیدا میشه. در واقع ما همیشه از ماجرا عقبیم. درسته. کسی که عمل شنیع قتل رو انجام میده همیشه محکوم نیست، بلکه بیشتر مواقع مقتولین خودشون مسبب این اتفاق هستن. مثل همین مقتول زنیا که نزولخور بوده و به نظر انگل میمده. درسته؟ بله. و اینکه انسان هنوز حیوانه و هر کجا بری آسمان همین رنگه. نباید باشه ولی هست. بعد از این همه دست و پا زدن، به جای عوض شدن اوضاع همه چیز تغییر شکل داده، ولی ماهیت اصلی سر جاشه. شما هنوز پشت همین میز نشستین و همون بازی همیشگی رو دنبال میکنین. واسه چی؟ واسه این که از این بازی خوشم میاد. باید هم بخندین چون براتون عادی شده. آره خب، آره. بازجویتون تموم شد؟ بازجویی؟ کدوم بازجویی؟ این تمهیدات کهنه شد آقای ابراهیمی. کم کم از چیزایی به ظاهر بی اهمیت شروع میکنیم، بعد میرسیم سر اصل مطلب. این حرفا چیه میزنی سیا؟ نه ازه بده، ازه بده حرفشی بزنه. خیلی بیراه نمیگه. به هر حال من یه پرسجویی باید ازش میکردم. چرا؟ چون باش مراقبه داشتین. در ضمن اسمتونم تو لیست بدهکاراش بوده. شپش. این به قول شما شپش هم خواستگار خواهرتون بوده، هم از دوستان عموتون. درسته. هم دست عموی دزدم بوده. تو همون روز نرفته بوده خونه مختوم؟ اون روز نه. آخری بار که دیدیش؟ سه هفته پیش. نمایش تموم شد. سیا یواش یه دقیقه صبر کن. کجا داری میری بابا جون؟ پلیس کارت داره. یعنی چی؟ دست به کی کردی منو سینجین کنین؟ تو مسخرهشو در آوردی ها. این فقط یه گپ دوستانه. اون به من مظنونه. خیلی خوب طبیعیه، کارش اینه. تو هم همکارش. تو مثل که منم درسشو خوندم ها. منم شدم خوکه آزمایشگاهی. جواد راست میگه، تو واقعا قاطی کردی. آره قاطیم. پس بهونه کمک مزلمه نیا سراغم. مرگ! مرگ! آی مرگ! ای عاشقانه تر از عشق، از زمین سرخ به روی، به هر هیبتی، مسلح به هر تیغ و سلاحی، هر زاره. تاکتومی؟ موجود.
سیاوش گرد اردگستر چندیشه پریش زیباست در اساطیر، یا که گاه فروهشتن چشم نشستم بر زرق خیال در باد آرزو. نه آن که نخواسته باشم، خواستم با 440 رگم، لیک هیچ دست تقدیر به فرمانم نبود و نیست که خود کاهی معلقم به کیهان. آری اگر آمدنم به خود نبود روز نخست، رفتنم مرگی باشد خود خواسته تا شرمساری اهل من شاید. شاید که مرگ اینچنین کار با دالدم را پاک کردم از زفان ناپاکی که بین گریز زیست سوختن شرمگین هر سوختم گاه زیستن. لیک مباشد که با سوختنم مردمان چشم از حقیقت فروهنند، باشد که این هزاره رنج به سر آید. آمین. شراب بله قاتل. من این کلکا رو از حفظم میخوان اینجوری منو زیر فشار بذارن. اگه میدونستین رحم بهم نمی کردین، میریختین سرمو به شما رو میذاشتینم جلوی دیوار. برام قپی نیاین، من از این حرفا رم نمی کنم. باریکلا راه افتادی. آخ جواد تویی. ببخشید یکی مزاحمم شده بود. مرحبا مرحبا، مزاحمم پیدا کردی؟ تازه داری میشی آدم، آفرین. دست بردار. نه والا من که باورم نمیشه. این چه کاری بود که با رحیم کردی مردی؟ که تقصیر خودشه، منو کرده گوشت سلاخی انداخته جلو گربه. تو انقدر بو میدی و فاسدی که هیچ گربه و سگی تو رو به دندون نمیکشه بدبخت. آره من فاسدم، لجنم، اصلا به درد دلوی جرزم نمیخورم. این شما این که فاسدین. آره گفتم که من فاسدم. قاتل. تو کی هستی؟ یکی که خیلی میدونه. تو هیچی نمیدونی. طرف من صبوره، اما تو دو روز باید تماس میگیرم. اگه کرم جنبی که هیچ. هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. طوری برنامه باید جور میکنم که اصلا فکرشم نمیتونی بکنی. آقا پسر باید تو هم میکشتم دختری که پول احتیاج داری واسه من، چون مقدار اجیر میکنی که نشناسمت. تا دیگه بارت نکنم از با نمیفتم. سلام. چیه؟ براتون غذا آوردم، برقتون رو وصل کردید. ببین من نه چیزی میخوام، نه برق میخوام، نه نون، نه آب، نه کوفت، نه زن. مهری من به درد تو نمیخورم. سلام خانم، ببخشید من یکی از همسایاتون هستم. امرتون. ببخشید میخواستم سراغ این کارگرتون که تمیزکاره رو بگیرم. محتاج؟ بله بله، مرحوم عزت‌نیا قبل از کشته شدنشون این خانم معرفی کرده بودن قرار بود بیان ولی نیومدن. از بعد از اون اتفاق نیومده. حالا اگه شما آدرسی، شماره تلفنی باید از شرکتش چیزی داشته. سلام. ببخشید باش من ازت معذرت بخوام که بدون اجازت اومدم. داشتم میرفتم ولی این صابخونت مرد مهمون نوازیه. چی میخوای؟ رحیم نگرونت شد. نمیخواستم باعث خراب شدن رفاقت چندین سالاتون بشم. من از این موش و گربه بازی خوشم نمیاد. لاغر رو راست باشون و اینقدر رنج هم ندید. یعنی از رنج کیف نمی کنیم؟ چرا؟ من خدا زارم، رنجورم، رنج میبرم، رنج میدم، گفتم که من از کودکم بیزارم و از کودکی بشر. گذشته من چیزی نیست جز کشتن و سوزاندن و بردن. ای پدر که شبان منی، من دیگر گوسفندت نخواهم. این
این نتیجه سر تو تاریخ و عتیقه و هش و نش با مقتول زدنیاز؟ ببخش چون همینطوری روی میز بود خوندمش. همین چیزاست که منو نگران میکنم. کار از نگرانی گذشته. قبول دارم. دنیا خیلی غم‌انگیز شده و روز به روز هم غم‌انگیزتر میشه. بی‌عدالتی، بی‌قیدی، فحشا. ولی این دلیل میشه که آدم دست به جنایت بزنه؟ اگه شما با یه قاتل یا به زعم خودتون مجرم همین کارو نمی‌کنید. کار دیگه هم میتونیم بکنیم؟ نه. همه رو بکشین و راحت شید. عصبیتت قابل فهمه. ولی بهتر خودت رو کنترل کنی چون ما به تو و امثال تو احتیاج داریم. من هیچ کمکی نمیتونم بهتون بکنم. معمولا شبا خوابم نمیبره. یک کمکی باید قدم بزنم. امشب هم که هوا بارونه و با حس حالت خوب جور میاد. بریم یک گشتی با هم بزنیم. خستم. حالتو میفهمم. بعید میدونم. حتی اگه بدونی راهی که تو الان داری میری من در گذشته رفتم. شورشی نبودم مثل همه که میزونیم کت بشکنم یا اینکه بخوام پرچمی رو هوار بزنم. به نظرم همه چی مسخره میمد. میخواستم قبل از اینکه به کسی صدمه‌ای برسونم دنیا رو از شر خودم خلاص کنم. چی شد که پشیمون شدیم؟ بعد از یه رگزنی ناموفق به چهار فصل ایمان آوردم و اینی که همینی که هست رو باهاش سر کنم و زورم رو بزنم یکم قابل تحمل تر بشه. دستمال سفید و بالا آوردیم؟ مال پیریه. چیه؟ نمیخوای پیاده بشی؟ میدونم باورت نمیشه ولی من از تنها رفتن تو خونه پر از خلقه میترسم. یادت زشت که از بچگی تو مونی خنده داره یه مرد گنده حرف از ترس بزن. یا میخوام با دیدن اینجا باورم بشه که شفشات نمیمونم. از همون شب که هم اینجا کشیده شد به قول شما چی میگین؟ نوستالژی، غم غربت، یه خورده یاد خونه پدری از این حرف افتادم. من فکر میکنم قاتل آشنا بوده چون راحت تونسته بیاد تو. یعنی در واقع به مقتول اعتماد داشته. در غیر صورت چی شد؟ حالت بد شد؟ طبیعیه. هر آدم حساسی از تصور تکه پاره شدن یه آدم حتی بعد میتونه منقلب بشه. من از مرگ اون حیوان نزول‌خور متاسف نیستم. قبول دارم کسی که مرده یا کشته شده شده. در عوض این کشنده یا قاتله که منو دنبال خودش میکشونه. همش فکر کنم در چه حالیه. تعلیق چیز بدیه. عذاب آوره. خیلی از مواقع قاتل ناخواسته دست به یک کاری میزنه و بعدش جرأت روبرو شدن با خودش هم نداره. قلبن دلش میخواد خودش رو راحت کنه اما توانش رو نداره. نه تا از روی ترس بلکه از روی شرم حیا. خب یکی اینجا باید کمکش کنه.
من ازتون میخوام بهم بگیم به من شک دارین؟ فکر میکنه اگه ما بفهمیم یارو ریگی به کفششه راحتش میذاریم؟ دیدار امشبمون فقط جنبه دوستانه داره. بفهمید؟ میخواین باور کنم؟ میل خودتونه، من عادت به تعارف ندارم. ببخشید من دیگه نمیتونم. گلو رودن به هم ریخته. از تعذیتی تعذیه بعد میخوایی ببرم به پیش آقا جواب؟ میخوام برم خونه. بدن استراحت کن تا فردا پس فردا شاهدی رو که پیدا کردیم ببینیش. بد نیست. وقتی شاهدتون رو کشتم دیگه باقیش حرف نمفتم. بابا خوش اومد جناب. چی میخوای ازم؟ خودت بهتر میدونی. خب یه کاری کن که ما توی چوسمال کردن کسافتکاری دیگرون نباشیم. نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. لوندی در نیار آخ پسر، نگو که دوزاریت کچه. مگه نه مهداد؟ Thank you.
بالاخره اومدی. بس چرا معطلی؟ سلام خانم. سلام دکتر احسانی داخل بخش. جواد اصلا معلوم از تو کجایی؟ دغمرگمون کردی، خیال کردم لکنتی منو بدبخت زدی به در و دیوار، خودتم ناکار شدی، از شهرت راحت شدیم. جمعون کجا بودی؟ بهت میگم. چیو میگی؟ جمعون داره میمیره. چی داره میمیره؟ بهت بگم، بذاری ببرم. این چیه دیگه؟ از کجا آوردیش اینجا؟ گفتم که رفته بودم قبرستون، بالا سر یه قبر خالی واسه بود خودش رو زد. اون زد تو هم صاف برش داشتی آوردی اینجا. آره خب چیکارش میکردم؟ داخل اگه بمیر. آخه تو بدبخت، تو کم بدبختی داری؟ جواد تو رو خدا. آقا تو فکر می‌کنی من چیکاره این بیمارستانم؟ دکترها بالا سرشن، فعلا باید منتظر باشیم. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. باید منتظر باشیم. اگه بمیره؟ سیاوش، تو واقعا نمی‌شناسیش. جواد، انگار سال‌هاست می‌شناسمش. یه چیزی هم که تو رو تکون میده، حتما باید یه چیز مالی خولیایی توش باشه دیگه. مردن، خودکشی، کشتن. آره؟ یه حالی هستی واسه خودت. بیا فعلا برای دستگیری برو این داروا رو بگیر. طبق معمول پولم که نداری. داره. چه عجب. ببین سیاوش، سر راه که داری میری یه گزارش هم به این مامور نیروی انتظامی پایین وایساده بده. چی بگم؟ هیچی. همین قصه رو که برای من سرهم کردی به منم بگو. کدوم قصه؟ ببین بعداً اصل ماجرا رو عین یه بچه خوب بهم بگو. خب؟ آفرین. حالا هم بدو برو. اصل ماجرا؟ آره اصل ماجرا، چون تو اگه نگی اون خودش میگه، مگه اینکه بمیره و نتونه زبون وا کنه. در بغل دارم. شما؟ بله بفرمایید. ببخشید میخواستم در مورد این دختره که چاقو خورده. اسمش؟
نمیدونم، یعنی نمیشناسمش. چجوری آوردی؟ رفته بودم قبرستون فاتحه بخونم، بالا سر یه قبر وایساده بود، خودش رو با چاقو زد. زخمش عمیق که نیست. نه، ولی از جنابالی پیداست که خیلی عمیق و وخیمه. جدی؟ آره جدی، ولی خوشبختانه جون به در میبره. نکن باشم، من که کاری نکردم. اون بدبخت ها دارن زور میزنن، باید از اونا تشکر کنی. تو هیچ وقت بزرگ نمیشی سیاه، هیچ وقت. آره من کودکم، باد بادکم، کو باد و کو آسمان. خوبه که هنوز رگات میزنه بچه، بهت حسودی میشه. ما که شدیم عین هو سیب زمینی. سیاوش خان، رادیاتورت خراب شده، سردت شده. نه. پس اومدی وصلش کنی؟ نه ابدا. پس چه مرگته؟ پای پلیس مفتش به تونی خونه باز کردی دیگه، چی میخوای؟ چرا نمیری و گورتو گم کنی؟ به همین زودی میرم. ببخشید، من یکی از همکارای مهتاج خانم هستم. پس خودش کجاست؟ یه کاری براشون پیش اومد، نتونستم بیان. من سر راه بود، گفتن که اینو بدم خدمت شما. دست شما درد نکنه. بفرمایید تو. خیلی ممنون. باید برم بیمارستان. خدا بنده. یکی از بستگانه. ببخشید، میتونم اینو اینجا بذارم بعد بیام ببرم؟ هیچ اشکالی نداره. میذارمش تو کمد مهتاج. دست شما درد نکنه. بفرمایید تو، اینجوری خیلی بد شد. خیلی ممنون. با اجازه. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا به همراه. خدا. عجب تصادفی. خیلی به تصادف معتقد نیستن، ولی نمیدونم به قول کی میگه تصادف رهبر جهان است. اجازه هست؟
شایدم با رحیم به هم زدی. سوء تفاهمه. اصلا دوستی بدون سوء تفاهم پیش نمیره. یعنی مزه نداره. بفرمایید. بفرمایید بخورید. نه ترس نمگیر نمیشی. بگیر. نمیخورم. آدم تو انتظار و حول و بلا خب چیزی بهش نمیچسبه. خودم هم همینطورم. دائم دهنم بدمزه است. میاد از چرک دندونه. باور نداری؟ شاید. شاید کلمه مهمیه. میدونی چقدر بلا سر آدم اومده تا بفهمه باید میتونه شایدم باشه. میخوام برم دستشوی اگه اشکالی نداره. بد فکر نیست. منم باید دستان بشورم. اون بوی پرتقال رو نمیشه مثل خیلی چیزا پاک کرد. وقتی اسم تو رو تو گزارش دیدم راستش جا خوردم. اگه اتفاقا تو قبرستون نبودی و اون اتفاق میافتاد من هرگز خودم رو نمیبخشیدم. ببینید من همه چیز رو همونجور که اتفاق افتاده بود برای مامورتون گفتم. خب میشه صبر کرد و منتظر مون تا روایت یا گمان مهتاج خانم رو هم شنید. موافقی که؟ بله. خدا بد نده مهتاج خانم. الحمدلله که داره روبرا میشه. تا روبرا شدن چی باشه؟ ببیسی آمش خانم. حتی مهتاج خانم من به امر نسبیت و عدم قطعیت رسیده. سیاوش من شما رو نمیبخشم که نذاشتین خودم خلاص کنم. یعنی که خودکشی؟ چاره دیگه ای داشتم. میدونم زندگی سختی دارین. اداره کردن یه خانواده اونم تو این شرایط واقعا سخته. اما شما جوانید و هنوز میتونین امیدوار باشین. شاید فعلا که رو به راهید سعی کنید اوهام و خیالات رو پس بزنید و همه چی رو به روشنی ببینید و به یاد بیارید. دلم نمیخواد چیزی رو به یاد بیارم. خیلی انشاءالله. من میرم و شما رو با نجات دهندتون تنها میذارم. واسه چی نگفتی؟ تو هم میتونستی منو نیاری اینجا. چه فکرهای مسخره‌ای میکردم. خیالم بود یکی وجی کردی منو سرکیسه کنه. حالا میفهمم کار باسپورس ابراهیمی بوده. ولی من اون کارو کردم. یعنی واقعا اون تلفونا رو؟ کار عباس بود. همون که با هم دیدیش. پس اونم میدونه؟ زبونش پیش من گیره. میدونه که اگه بخوام میتونم راحت نفلش کنم. تازه میدونم تو هم از بدبختیت این کارو کردی. نه. یعنی واسه پولش نبود؟ چیه؟ دلت واسهش سوخت؟ چطور میتونه دلم واسه کسی بسوزه که باعث شد بیفتم تو این راه ناخواسته؟ پس حقش بود. نمیدونم. منم خیلی وقتا وسوسه شدم که این کارو بکنم. ولی نتونستم. جرأتشو نداشتم. همین مهمه. جرأت داشتن، عمل کردن. مهتاج، من میتونستم همون مزخرفات درسی رو که بهم دادن غرغره کنم. میتونستم همون شرمندیاتو به دیگرون درس بدم و پول در بیارم. یا تو این مجله و روزنامه بنویسم و خودمو بی‌نیاز کنم. خواهر و مادرم از بدبختی نجات بدم. اما داشت حالم به هم میخورد. من فقط به خاطر این کشتمش که بگم میتونم. که بگم عزت نیا مهم نیست. من فقط خصومت شخصی باهاش نداشتم. کشتن اون، کشتن یه مشت پشه که دارن حق تو و همسال تو رو میخورن.
مهتاج اینا شعار نیست. آخ مهتاج. لبخنده که تو از رویا برگشتی سهریست که صاحب من شده، تو به من خندیدی و گل سرخی را که از خون تو رویید این گل سرخ هم برمیدارم هدیه کردی به من بینام. تو به من نام بخشیدی و جان، جان بخش من ایزاده شده از رویا. خودتون رو ناراحت نکنین مادر. شمایی؟ سلام. سلام. ببخشین که همه گرفتاری های ما گردن شما افتاده. کاری نکردم. امروز از شرکت به هدف تلفن زدن با تمام اونایی که قرار گذاشته بودی بری خونهاشون رو تمیز کاری کنی. من که نمیتونستم برم که. پس من چه خاکی دوست دارم بکنم؟ پول بیمارستان، پول اتاق عمل از کجا بیارم؟ ببخش. ببخشم؟ خب من ببخشم، صندوق بیمارستان که نمیبخشه که. بیمارستان گذاشته رو سرتون. بفرمایید میرون. بفرمایید خواهش می‌کنم. آدم دوتی کلمم نمیتونه با اول چه حرف بزنه. یعنی چی؟ بفرمایید بیمارستان با توه. خیلی خوب. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. چه خبرته؟ ندید بدید. آروم باش، نگرانم نباش، حل میشه. با حلوا حلوا که دهن شیری نمیشه. شما خودتون ناراحت نکنید، درست میشه. آخه چطوری؟ چطوری؟ شما فکر کنید من پسرم. خدا از آقایی کمت نکنه. اونم اگه زنده بود الان عموقت تو بود. اون تو با تیر زدنش نماسد. خب چی کار باید میکرد ها؟ چی کار باید میکرد؟ از کار بیکارش کرده بود. خب مجبور بود کار کنه دیگه. اونم مثلا رفت دنبال کارای چی میگن مثلا خلا. اگه اون زنده بود که ما الان وبال گردن مهتاج نبودیم که. مهتاج هم دختر خوبیه، خیلی دختر مهربونی، درس خون، اما به خاطر ما کیف و کتاب گذاشت کنار. نمیدونم ما کی روی خوشی رو میخواییم ببینیم. سلام هم ساقا، خوش اومدی. سلام. دیدی این دختره چه بدبختی سر خودش ما آورد؟ خدا خیر بده این جوونو. میشنسی؟ البته هزاش نشوندی. ایشون دین گونده گردن مهتاج خانم دارن. شما چی؟ چه وضعی سرخواه دوباردی؟ این مرد که چی بود که اینجا وایس و سیشه بده؟
چی کار میکنی دختر؟ شیشه رو کشتی با این سرما میخوری؟ باورت میشه؟ انگار تازه حالا دارم خیابونا رو میبینم. خیابون که فرقی نکرده، همونیه که بوده، اما وقتی سکت جیب آدم صدا میکنه آدم شاده. پسرم الهی که خیر ببینی، تو رو امروز کار زندگی دنداختی. اینم زندگیه. خب آره دیگه، اینم یه جور. چطوری مادر؟ خوبی؟ خیلی دست در صادق جون اون صندلی رو بیار آقا بشین. بیا مادر چطور تو بده من؟ بیا زنگ صدا در بیاد ها، از این صدا در نمیاد. اینقدر از اون زهره مالی ها گفت که تا خود رو به این رو زندان معقول از خودش آدمی بود، کار کسبی داشت، زندگی داشت، ما هم سرمون بالا بود، اما خب حالا دیگه اینجوریه دیگه. میفهمم سکته کرده؟ آره خیلی سرش ببخش این سوت و کوره ها کارش نمیشه کرد دیگه. نه خیلی هم خوبه، من یه آبی به دست صورت هم بزنم. باید دارین اونجا ها. مادر جون اگه میدونستی خودتو بکشی یه همچی کسی نصیبه میشه زودتر دست می جنبوندی. صدیقه جان چایی ها رو ریختی مادر جون؟ بله. ساده بلنش و هوله رو بده با آقا. دست شما درد نکن. سر شما درد نکن. بفرمایید بشین. خیلی ممنون. اینا کار کیه؟ کار صادقه. به به آقا صادق بازم از اینا داری؟ بیا مادر. پسرم چرا مثل با سرتو تکو میدین؟ جواب آقا رو بده. بله. و میخوام دست به یه کار احمقانه بزنم سیاه. مهری؟ چی گفته تو خنگی؟ خیلی خوبه. من لیاقتشو نداشتم و ندارم. و نخواهی داشت. اتفاقا خودشم همینو میگه. منم همینو میگم. ولی خب چیکار کنه؟ نمیتونه ازت دل بکنه.
زمان همه چی حل میکنه، وقتی بفهمی داره من جای دیگه میپره. پس یارو کشتی تا قلبشو به دست بیاری ناکس. آره من یه پلنگم که قلب شکارشو میخوره، یه پلنگ نچندان صورتی بینمک. من رفتم. سلامت کو. سلام. چیه؟ حالا سیاوش به خوشتیپی نیدی؟ چی شده؟ چیزی شده؟ به به سیاوش خان چه صفحایی دادیم به خودتون. اتفاقی اومدین اینجا؟ بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش آمده. عباس آقا رو که میشناسی نه؟ تعجب نکن. همه چی ممکنه. به قول خودش موقع آب کردن یا فروش عتیقه های مقتول عزت‌نیا زیارتش کردیم. بشین. اما حق با تو بود. در حقیقت اگه تو نبودی ما نمیتونستیم قاتل اصلی رو پیدا کنیم. یه دختر دستنگ یه نزولخور عیاش عتیقه مال منالدار رو از پای در میاره. شایدم به خاطر اینکه میخواست تعرضی بهش بکنه. مقتول عزت‌نیا همسر متوفای به ظاهر گم شدهش رو هم کشته. البته ما فقط استخوناشو پیدا کردیم تایی حیاتشون. این مزخرفات چیه میگی آقا؟ پسرم رو ازم گرفتین، حالا میخواین تنها نونآور خانوادم هم ازم بگیرین؟ این ساکو چند شب پیش این آقا آورده امون داد. احساسات شما رو میفهمم مادر جان، میفهمم. باشه، شما برنده شدین، من اونو کشتم. کی میدونه کی برنده است یا کی بازنده است؟